سلام دوستای عزیز، امیدوارم که خوب و خوش باشید. خوش آمدید عزیزا در یک ویدیوی دیگر از کانال هنری قاصدک. در این ویدیو آموزشی از این مدل گلدوزی و آینه دوزی رو داریم عزیزا، که در اولی ویدیو شما عکسایش را میبینید، هم روی لباس دوخته شده و هم روی بالش دوخته شده عزیزا. یعنی که میبینید دوختی گراف یا خامک نیست، یک مدل دوختی جدیده که دوختش بسیار راحته. اینجا ما شروع نیم، اول یک دنه آینه گیرد را در قسمتی وسطش میدوزیم. به این صورت آینه را میلیم، اگر چسب بزنیم راحت تر، حالا چسب نزنیم هم مشکلی نیه. ما اول به صورتی ضربدری یعنی رقم دوخت انجام میدیم، دوباره یک دوخت مزی طرفشی، اینزی قسمت هم یک دوخت انجام میدیم. دوخت آینهش دیگه راحت عزیزا. به این صورت حالا ما از یکی از این قسمت از این دوخت ها میریم. در دور از اینا ما چند دور دوخت انجام میدیم. همونطی که میبینید یک تارش را میگیریم زیر سوزن، یک تارشی روی سوزن قرار میگیره. این دوختی قسمت وسط یا آینه سلیقه ای که چند دور دوخت بریم. بعضی ها که کوک منعیره همی دوخت از این زیادتره، یک مقدار اینجی. بعضی ها کستا کمتر کوک مونن، سلیقه ای کچی مقدار بخواییم اینجا گردی دوخته شو. ما یک سه چهار دور کوک مونم دیگه تمامه. یک از بیخ یک از ستون ها ما ای را بیرون میروم. اینال شروع نم که دور تا دور زیره دوخت کنم. یا اینه کستا در قسمت وسطش دوختم شد که اطرافش بعدی گلدوزی مونیم. اینال شروع نم عزیزا، می تار خرک است به صورت حلقه در دور سوزن میندازم. در هر دو طرف یک دفعه از یک از ساقه ها دوخت میگرم، یک دفعه هم از اطراف شی از پارچه. همی تر این طرف دوخته میم تا نزدیکی از این ساقه های دیگهش برسیم، بعد او یکیش رو شروع نیم. تار خرک به صورت حلقه در دور سوزن میندازیم، یک دفعه از یک از تارهای روی آینه دوخت میگیریم و یک دفعه دیگه هم از خودی پارچه. اینجا این پارچه را ما برای نمونه دوختم عزیزا. شما میتونید را روی لباس رنگ نقش را با لباسی که روش میدوزید تطبیق بدید، یعنی سلیقه‌ای هر رنگ دوست داشتید. ما از این رنگ آبی اینجا استفاده کردم که این کاملا برای آموزش دیگه، ما از استفاده ننم، یک پارچه اضافیه که ما آموزشی را جرمونم و برای از ما استفاده نداره. این ما میتر دور تا دور زیره به همین صورت کوگمونم. بسیار دوختش راحت ای گلدوزی کلن، همه ایشی هم خیلی سرعتی انجام میشه و هم خیلی راحت. ای جدید مود شده عزیزا، قشنگم هست. میتونیم روی پارچه های بخمل هم از این مدل دوخت کنیم. ای نمونه ای که در اولشه، البته ما او را از نزدیک ندیدم که پارچش چیه، به نظر میرسه پارچهشی پارچه بخمل باشه، چون که نیاز به دیدن تارهایش نداره این مدل گلدوزی. بخاطر همون روی هر مدل پارچه ما میتونیم این گلدوزی رو انجام بدیم. بعض از گلدوزی ها مثل خامه، گراف، اینا کسی نیاز داره که ما یک پارچه باشه که تارپودش قابل دید و شماریش باشه ما وار میدوزیم، ولی این مدل گلدوزی نیاز به تارهایش نیه. حتی پارچه‌ای که اصلا تارهایش قابل دیدم نباشه ما میتونیم این مدل گلدوزی رویشی بیدوزیم. یکی از خوبی هایش هم همینه. اینی تار از موک بود، خیلی باریک بود. ما ایرکست سه چار قط کدوم تاو کدوم به این صورت. این مدل گلدوزی هرچی تارهایشی کلوفت باشه قشنگتر میه. آینهش نه، همون چیزیش گلدوزیش که ما در اطراف آینه میدوزم. بهتره که از یک رقم تارهای در بازار پیدا میشه به نامی DMC یا DMC مگه، اینجا در ایران نخ گلدوزی DMC مگه، اگر از او استفاده کنیم او به صورت شش رشتره، او کست خیلی خوب شمایه در این مدل گلدوزی. دور از این آینر ما دوختم عزیزا تمام شد. نالی ما در دیگری دور از این سر تارخ را اینجا محکم مونیم، بعد ادامهش را قیچی مونیم. از او طرف آینه چون دید نداره ما میتونیم اینجا سر تارخ را محکم کنیم که هم یک
سوال برای عزیزا. اینال شیرونم، ما اینجی با یک قلم معمولی کشیدم، ولی شما روی پارچه یک رقم قلم های هست از زاد بازار که با اوتو کردن یعنی حرارت دیدن پاک میشه، شما از اونها استفاده کنید. ما شیرونم اینجا 4 دنه میتر چیز رو میکشیم، مربع یا 4 کنج رو میکشیم. اینی مربع و 4 کنج رم بسیار هر چی آدم با احتیاط بکشه که تنظیم قشنگ باید گلدوزیزم و زیباتر میه. اینجا ما یک مقدار چون آموزشی از یاد جدی نگرفتم، یک مقدار عجله هم دارم عزیزا. همین نینی از مو که است 2 ماه 8 ده اور بردیم، دیروز واکسین زیدیم، امروز یک مقدار تاو میگره، به خاطر همون مایر خیلی در عجله داره. و کوکمونم شما ایر میتونید بسیار با دقت حتی روی کاغذ هایی که به صورت چارخانه هست روی از اونا علامت بزنید، بعدش اینجا روی پارچه منتقل کنید. هر چمی چیز از این قشنگ باشه طرحش، گلدوزی قشنگ تر میه. اینال شیرونم به دوختن عزیزا، همه امی هر چارگوش از ایر ما جدا جدا میدوزیم. تارخ را انزی گوشه ما در اردم عزیزا، به صورتی امیتر کچ کچ دیگه کوگمونیم، از او طرف در آوردیم. یعنی میتونید حتی روی کاغذ شماره گذاری کنید. اینالی امیت ساقه ها را به صورت کچ کچ، این دفعه تا اینجا ری دو تا ساقش را اینجا در نظر میگیریم، همه ایشی به صورت کج میدوزیم. یعنی قسمت که نزدیک به آینه یه ای را از زیرش رد مونیم عزیزا، بقیش را از روی دوخت ها بود، ولی یعنی قسمت که نزدیک آینه یه از زیرش رد مونیم، اینا ایش را دیگه از رویش رد مونیم. ببینید امی دوختی بعدی از روی دوخت قبلی رد میشه، اینا ایش همه ایشی از رویش رد میشه، ولی اون قسمتی که نزدیک آینه بود ما زیرش رد کردیم. اینیش اولیش از رویش رد میشه، دومیش رو ما زیرش رد مونیم. موریم که اینی خانه را کامل کنیم. امی خانه وسطی که است، وقتی ما خانه اطراف را کامل مونیم خود به خود کامل میشه. اینایش دیگه همه ایش از رویش رد میشه، یعنیش اولیش از رویش رد میشه، دومیش از زیرش رد مونیم، سومیش دوباره از رویش رد میشه. ما رفتیم به همون چارگوشی که اول از اونجا شروع دادیم، به همون نقطه ای که از اونجا ما شروع دادیم به دوختن. این عزیزایی همون تنیدن اولیش تمام شده، ای به صورت امیتر یک تنیدن تاره. حالا تار بعدی را ما دور از نو میپیچیم. از همون جا که ما شروع دادیم از قسمت وسطیش ما تارخ را سوزنخ بیرون آوردیم. حالا همزی طرفی که در زیر قرار داره همزینجا ما شروع نیم به دوخت. دوباره به سمت پهلو این شکلی ما میدوزیم. حالا این اشتار اولی رو میگیریم، دومیش زیر سوزن قرار میگیره به این صورت. این خانهش نصفی میلیم، موریم خانه وسطی رو یک طرفش میدوزیم. حالا به سمت پهلویش میم، دوباره میم داخل از این خانه. این خانه وسطیشی در هر دو مرحله خانه سه طرف را که ما میدوزیم خود به خود پر میشه. اینجا هم چرخ میدیم، اولیش را زیر سوزن، دومیش را روی سوزن. دوباره ما از اینجا از این مربع خارج میشیم و دوباره وارد مربع میشیم. اولی تارشیم زیر سوزن، دومیشی روی سوزن و در این گوششی ما خارج میشیم. دوباره تار اولی به این صورت. حالا یک از تارار ما گرفتیم، دومیش نگرفتیم، یعنی اینجا 4 تار عزیزا داخل ازی. امی تار سوم را ما دوباره سوزن را از زیرش رد مونیم، تار چهارم از بلیش رد مونیم. دوباره وارد خانه اول شدیم و این خانه وسط. دوباره از خانه وسط خارج میشیم، یک طرفش در اینجا دختم شه، موریم که این خانه را بیدوزیم به این صورت. توضیح دادنش دیگه عزیزا من نمیفهمم چطور باید توضیح بدیم، به همین شکلی میشه که در تصویر میبینید. هم دخت اولیشی همو خطوط همی خطا کسته خودش راهنمایی مونه که مو به کدام سمت بیدوزیم و هم همی تنیدن تارهایشی. حالا دوباره از این مربع خارج میشیم، از این گوشه اینجا یک گوشه جور شده، از این به سمتی بیرون میزنیم. دوباره
یکی از تارها رو ما میگیریم روی سوزن، دیگهش زیر سوزن قرار میگیره. اینجا هم چهار تاره، تار اولی را ما سوزن از زیرش رد کردیم، دومی را از بلیشی، یعنی سومیش را دوباره از زیرش رد مونیم. حالا اومدیم دوباره در خانه وسطی، این قسمت را که نزدیک آینه قرار داره از مربع خارج شدیم، دوباره پس وارد شدیم. اینجا هم همینطور تار اولی ما سوزن از زیرش رد کردیم، دومی را از رویشی، بس سومی دوباره از زیرش رد کردیم، چهارمی را از رویشی. وارد همون مربع شدیم که ما از اول از اونجا شروع دادیم. اینا لینی تمام شد. این به این صورت عزیزا، هرچه می تارشی کلوفتر باشه این دخت از مو قشنگتر میه. یعنی تار از ما خیلی باریک بود، ما یک خسته چی کدوم چند قد کدوم و به هم تابیدم. یعنی چهار دنه زیر ما دختم عزیزا، چهار دنه دیگه هم ما در جلوی دوربین می دوزم. دوستایی که متوجه نشته یک بار دیگه با دقت ببینه، امیدوارم که متوجه شنید همگی. و دو دنه دیگه شی بخاطر از اینکه همه ایش تکراریه، اونایش را پیش دوربین نمی دوزم که خیلی طولانی نشنه. این عزیزا به هم اینالی ما شروع دیم که اوالا می تارای زیره. اینی دم دخت اولش کست ما در پارچه می دوزیم، دومیش کست اصلا ما پارچه نمی گیریم عزیزا، فقط دوری همین تارها ما امو تارخ را می پیچیم. می تینیم ما از دو رنگی متفاوت هم استفاده کنیم، یعنی امو تنیدنش را اول از یک رنگ استفاده کنیم، دوباره او یکی تارها را دورش می پیچیم، می تینیم از یک رنگی دیگه استفاده کنیم، البته سلیقه‌ای دیگه. آره عزیزا به همین صورت رفتیم ده همون مربعی که اول از اونجا شروع دادیم. نالی نیرم ده زیرش مبریم و اینجا تمام منیم کارخ رایی تنیدن شید، به این صورت تمام شد. حالا از همون گوشه دوباره سوزن خدر میریم، شروع نیم که اطرافیش بپیچیم. یعنی اینجا شروع کارخو ما از او قسمت شروع نیم که تار زیر قرار گرفتهش عزیزا، او قسمتی که تار رو قرار گرفته از او طرف ما شروع ننیم. این طرف هم همین این گوشه رو میبینید دوستا، تار زیر قرار گرفته، ما از اونجا از مربع خارج میشیم، دوباره پس وارد مربع میشیم. اولین تار رو ما روی سوزن میگیریم، دومیش زیر سوزن قرار میگیره، یک طرف زیر ما دوختیم، ما دوباره وارد خانه وسطی میشیم. اونجا خانه وسطی رو ما یک طرفش میدوزیم، به این صورت واردی خانه دومی میشیم. ایرم که کامل دختیم، دختش بسیار راحته، فقط یک مقدار دقت میخواه و خیلی هم سرعتی انجام میشه کارش. این نمونه هایی را که ما دیدیم، نوبله آستینش هم دخته بود، خود لباس یا غیشی بسیار ما با سرعتی میتونیم روی لباس خود از این مدل گلدوزی انجام بدیم. و اینکه تارهایش هم نیاز به دید نداره، یعنی هر مدل پارچه ای را ما میتونیم رویشی گلدوزی کنیم. اینجا همون چهار تار عزیزا که تار اولی را ما سوزن از زیرش رد کردیم، دومی را از رویشی، سومی را دوباره از زیرش رد مونیم، چهارمی را از رویشی. این شکلی نال دوباره وارد خانه وسطی شدیم، همینطور به سمت پهلو میم، وارد از این خانه میشیم. امی مسیر تار از مو کسته، مسیر نخ از مو خودش راهنمایی مونه که ما بس کدام سمت بدوزیم. از این گل یک دانه که بدوزیم دیگه قشنگ دست ما رو میشه و به سرعتی میتونیم بقیش را بدوزیم. نال مو داخل از این خانه را به این صورت پر مونیم، سه طرفش دختم، برم که طرفی چهارمیش هم بدوزم. طرف چهارمیش که میدوزیم چهار تار داخل زی هست، اولیش را سوزن را زیرش رد مونیم، دومیش از رویش، یعنی سومیش دوباره از زیرشی، چهارمیش از رویشی، وارد خانه وسطی میشیم.
قبلا اما از یه آموزش داده بودم عزیزا که او 4 خانهش بود، قسمتی وسطش هم آینه دوخته شده بود، یکیشی 3 خانه اطرافش منظورم عزیزا، او قسمتی وسطش که بود آینه بود 4 دانه مربع اطرافش بود، این قسمتی وسطش آینه نداره همین مدل دوخت، و اینکه 3 طرفش از این 4 خانه های ای آینش یک مدل دیگه اینجا. ما رفتم عزیزا در همون مربعی که ما اول از اونجا شروع دادیم، این اگر درست بدوزیم همه ایشی حساب کتابش درست باشه قشنگ میرسیم به همون نقطه ای که ما از اونجا شروع دادیم، یعنیش هم تمام شد دستا، از همونجا که ما سوزن خدر آردادم پس به همونجا فروگدم، یعنی دودنش دوختیم، دودنه دیگه هم مثل همینا دوختم شه. اینجا ما ایر کامل کدوم عزیزا، یک خانه دیگه، یک آینه دیگه هم دوختم با رنگای متفاوت، از ما اینی مدیل هم ده، شما میتونید را با دقتی بیشتر بدوزید، اینزی نخ اگه استفاده گید، یعنی نخ در بازار در نامی نخی دیمسی مگه یک از در کلوفتر قشنگتر، ما یعنی دو خانهش را مازی مدل نخ پر کدوم، و اینکی دو طرفش هم از یک نخی دیگه استفاده کدوم. آره عزیزا ویدیو از مو همین بود، خدا کنه که خوشم هم داشه، ایر یک خواهر از مو عکسش را یک داد برای ما که یعنی را موزیش بیدی دیگه، اینه یعنی نمونه هایشی دیگه. تشکر که تا آخر ویدیو قد از مو بودی، تا ویدیو های بعد خدا حافظ.